بیا 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 سری سری بیا 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 سری آنش بیا 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 بزا سری برو عجیز رو برو بهش مومی چی کار دارید میکنه نگه بانا دارم به اوش میرم پلیس چی دستو میده؟ یارو انبار داره چی کارش کنه؟ من از هم چهره همون رو لفته چیه باز دوباره یولین دوت کرده؟ عزیبه نه عزیبه سرم سرم کابوس ببینم چیزی مثل بخدک میفتر آقا کریم 35 سال برای اینا جون کندی بس نیست؟ بابا ببند این دفتر تمومش کن بره دیگه اینقدر فکر و خیال میکنی به خدا یه شب تو خواب زبون املا سکته میکنی میمیری یا آقای دور از جونی بگو دیگه تو هم گفتم زبون املا چونه من گفتی خدا نکنه شما چیزیت بشه آره خدا نکنه خدا نکنه من بمیرم دارم خود عرصه پریسا به روز رو ببینم شالا به ازاد اومدیش رو ببینم شالا که 100 سال دیگه زنده ای خدا زبونش شد ایفا آقا کری بله کی؟ ایفا بیا روستایی بیا تو آره 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 نه 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 ایرانی میخوام آره اصلا خارجی رو فکرشم نکن آره نفر چنده؟ 12,000 تومن چه خبره میسر گردنه است بخواد یه لایک کنه دیگه ظرفامو که نمیخواد بشوره خارجی چنده؟ آره شما موقع رابی ارزونتر حساب کن بله بله آره من خریدم زیاد ازت قد کن دجله دارم دیرم میشه باش شده بش حالا بهت زنگ میزنم با هم حرف میزنیم دیگه آره آره خداحافظ بس سلام خواهر بزرگ تو عینکی شدی؟ وا من 5 سال هر وقت میخوام برم سر کار عینک میزنم آه یادم نبود به خاطر کلاسش آره این آخری ها سربازی فشار زیاد میارم با آدم دیگه ماما اینا کجان؟ نمیدونم بیدار شدم خونه نبودم فکر کنم ماما رفته بیرون خرید گم تو سربازی هم دست از این فالوور بازیات ور نمیداری؟ خواهر جان فالوور بازی نه جمع آوری و متمرکز کردن سرمایه های سرگردان اوه چه قلمبه سلمبه متمرکز کردن؟ سرمایه های سرگردان خنده نداره خواهر من برای چی میخندی؟ الان این کاری که بیزینس شده هر فالووره ها که میدونه قطره آب معروف بود میگفت هر قطره 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 جمع گردد من یهی دریا شود این داستان حکم همونو داره بله. بزرگ امیر بهار میاد کمبوزه با خیار میاد باشه خواهر بزرگه اون روزم میبینیم که دست به دامن داداش بهروزت میشی که فقط یه پست واسط بذارم تو اینستام یه اون موقع شرمندتم خیال بافی نکن ببینم حالتا که این مرخصی
تا موکر خونه بندازینم بیرون. با شما تاج سری داداش بهروز. تاج سرم؟ حالا که تاج سرم خدمت شما عرض کنم که خدمت داداش بهروز تموم بشد. کفت سوختم. تمومه. ولی به گمونم یکی دو ماهی مونده ها؟ یه اون دو ماه هم فرمونم گفت برو دیگه مرخصی دستت خلاص شد. یعنی چی؟ یعنی این که تا دو ماه دیگه خدمت تونم تا برم و کارت پایان خدمت رو بگیرم. خب مبارکه، واسه اولین بار به موقع اومد. چی شده؟ خبریه؟ خواستگار حاله؟ بالاخره یکی خر شد بیاد بگیرد؟ نه نه بابا، خواستگار ما سگار کجا؟ نه مراسم باباست. مراسم بابا؟ ای من میگم این فرماندهمو میگه برو خونتون، من میگم واسه چی دیگه خاکش کردم و چرا به من نگفتی باشم بیام؟ چرا خودت فرماشتی؟ آخه یعنی چی به من نمیگی؟ من یعنی نمیومدم اینجا کجا میفهمیدم بابا مرده؟ خاکش کردم نه؟ مراسم هم گرفتم. این خودت فرماشی؟ برای خدمات بیشاهی و بلوه اونم واسه 35 ساله. بعد 35 سال بیشاهی و خاکش کردم. ای خدا من چی بدبخ دیگیش کردم. دیگه من نباید بگیر دیوونه. دارم میگم مراسم بازنشستگی باباست، من دارم میرم دیرم شده، دو ساعت دیگه داییمه دنبالمون. پوشو برو حاضر شو. نه بابا خب بی شایبه این لغات چی میگی؟ بگو بازنشست شده دیگه. بهزاد کجاست؟ آیون با شروع تعطیلات تابستون ما باید خدمات ویژه‌ای به مشتریامون بدیم. مثل از اون ویژه تر. چه ویژه تری آقا اسلی؟ شما اگه دندونتون رو جیگرتون بذارین توضیح میدم. من قدم بسته حرف من نپر. بله چشم، بفهمید آقا اسلی، ببخشید. داشتم میگفتم ما باید خدمات ویژه‌ای بدیم و در این ماه فقط نصفتون میتونیم بریم مرخصی. یعنی این عید دیگه آقا، این عید یه هفته، هفته اول هفته دوم دیگه. ساکت. بله داشتم میگفتم ما خدمات ویژه‌ای باید به مشتریامون بدیم و حواسمون رو خوب جمع کنیم. اونایی تو این تعمیرگاه باقی میمونن که بتونن رضایت مشتری رو جلب کنن. دوباره میگم رضایت مشتری رو جلب کنن. باریکلا حواستون جمع باشه. الانم دیگه حرفی ندارم، بفهمین برید سر کارتون. آقای سی شما یه صد ما رو جمع کردی اینجا میگی خدمات ویژه، خدمات ویژه، ولی نمیگی چه خدمات ویژه‌ای. خب توضیح بدیم روشن شیم دیگه. شما کارتون چیه اینجا؟ من اینجا همه کارم بقول بچه ها آچار فرانسه. بله آقای آثار فرانسه، شما موقع چی کاراتو کردی؟ به مشتری چای میدی بعدا هم تر خشکشون میکنی. آقای میتونیم بخندیم. که چی اینجوری میخندی؟ آقای سی گرفتی ما رو؟ من تله موشم چطور بگیرم؟ همینی که گفتم نخندید، همینی که گفتم بله خارجی. من چهار تا فالوور ایرانی میخوام نه خارجی. نمیدونم ساندرا و ماریا و اینا به درد من نمیخوره که. من چهار تا فالوور ایرانی میخوام لایکم کنه، فالوم کنه. نمیشه که من عکس بذارم مثلا از سیکی فالوور داشته باشم 40 تا لایک بخوره. خب آبرون میره دیگه، معلومه تابلوه. حالا این من میگم هی شما حرف خودتو بزن. باشه اصلا آقا خارجی ارزونتر به چه درد من میخوره؟ میگم آبروی یه بار دیگه راجع لایک و فیک و فالوئر حرف بزنی همون گوشه تو صورتت خورد میکنم. داداش من بهت زنگ میزنم بعدا. خداحافظ. بر نمیداری؟ چیو؟ کلاسو. تربیت. مامان اومد؟ نه خیلی. چرا البته اومده. کجاست؟ تو جیبم. مزه. به احساس تو بگی ببین خودش میاد یا با ما میاد. باش. این مامانم که یا در دسترس نیست یا جواب نمیده. خب دیگه حرفی نیست. نه حرفی نیست دیگه، همه حرف رو شما زدین دیگه. خواهش کن من بارها نگفتم کسی از نداره تو محبته با خودش گوشی بیاره. آقای سی ببخشید جا موندش، معذرت میخوام، موندش توی جیبم، یعنی تو کمدم جا نش. ببخشید دیگه، معذرت میخوام. تو کلا نامنظمی. اخراج. آقای سی واسه چی اخراج؟ یه گوشیه دیگه آقای سی. همینی که من دارم میگم. آقای سی خواهش میکنم، خاطری که من میگم خفه شو. آقای سی جور. آقای سی چرا میزنی آقای سی؟ چرا واسه بری سر کارتون؟ آقای سی ببخشید آقای سی. آقای سی زهر مار کر مار. آقای سی خب افتادی بیا سوار شو دوباره. چه مشکلی پیش اومده مگه؟ الو سلام دایی جان. خوب هستی شما؟ نه فقط خواستم یادآوری کنم که مراسم بابا ساعت 3 شروع میشه.
نه چون با اختصاص به ترافیک دو ساعتی تو راهی. باشه باشه، پس ما ساعت یک منتظرتون. خدا نگهدار. چی شد؟ جواب نداد. خب مامانه بگیر. مگه الان مامانو نگرفتی؟ یه لحظه پیام دایرکتی دارم. بیچاره اینقدر تو این فضاهای مجازی پرسه نزن، عمرتو هدر میدی. فرهنگ استفاده که نباشه میشه همین دیگه. خواهر من ساده ای، نمیدونی یه چیزی میگی دیگه. طرف با همین گوشی لم میده رو تختش، روزی 1,000,000 تومان پول در میاره. فکر من برای چی دنبال فالوورم انقدر؟ چه میدونم، احمق خیشه خودم نداره. وقتی اطلاعاتت اندازه یه عامی به دریاچه ارومیه باشه همین میشه دیگه. شما اگه 500 که فالوور داشته باشی بزنی تو کار تبلیغات، الان نون تو روغنه. آره جون خودت. آره جون خودت چیه؟ این پسر از تو اینستاگرام معروف شده، دندون شبیه کاشی سرم که کف توالتمون اینجوری وایمز سلفی میندازه، یه عکس سلفی میندازه 100,000 تا لایک میخوره. الان هیچی نیستا، برو تو دایرکتش بگو آقا من میخوام یه دونه پیام تبلیغاتی برای من بذاری، اگه زیر 2,000,000 ازت پول گرفت من اسممو عوض میکنم. آره دیگه، یه مش قهرمان پوشالی بی هویت. به نظر من باید فاتحه اینجور آدم ها رو خوند. ببین خواهر من، الان دنیا فرصته طلاییه، دنیای اینترنت، دنیای مانی، پول. الان شما برو اون برتر، من الان میخوام با لباسه سربازیم یه عکس سلفی بندازم برای آخرین بار یادگاریشه. به جای مسخره بازیه بلند شو برو سر خیبون ببین مامانو پیدا میکنی یا نه. ای بابا دیر شد، دایی اومد. آیسی ببخشید آیسی، معذرت میخوام، من کلن بار اولم بود آیسی. ببین یادت باشه اولین اشتباه آخرین اشتباه است. آیسی مگه من خلبانم اولین اشتباه آخرین اشتباه باشه؟ ببخشید که تو این همه سال من خطا دیده بودی. تو هنوز زبونت خطاست. آقا ببخشید من زبونم اومدم دهنم اومدم. من هر موقع اومدم با هر کی سوال کردم تو هر جمعی بودم هی بودم پای پرینده بسات جلو 50 تا کارگر مزه پرو دیدم. آقا ببخشید شما اینقدر خواستی صحبت کنی من دهنم اومدم. سر اخو ماشین میبرم اصلا هیچ چی نمیگم تا شما حرفات تموم بشه. باشه ولی باید جریمهشو پرداخت کنی. جریمهشو باشه فهمید آقا چیکار کردی؟ بری آماده بشه محمد آقا سریع. جریمه شونی که برای همه پرسنل بستنی بخریم. آقا سی خواهش کنم بابا واسه همه پرسنل. بله کارگاه پایین، کارگاه بالا، قسمت مدیریت، قسمت اداری، قسمت فروش. آقا سی بختانی این 2,000 تومن اینایی که شما تشتیم مردی 50 نفر میشه. باشه پس اخراجی. اخراج؟ آقا ولی آقای سی من میگم 50 تا 2,000 تومن اصلا ارزش نداره. شما که جریمه شو میخوای بگیری من یه چیز با ارزش بگیر. 2,000 تومن ارزش بچهای پایین و بالا و فروش و تعمیرگارو نداره که. باشه پس برو میشه آرزو آب میبری یه دونه آب حبیبی واسه همش بگی بخوره خونه ایشا. همین؟ بله. واسه یه دفعه یه رب سکه میگرفتم. نزنری. نه واقعا باشه چشم من فردا آب حبیبی میگیرم. چرا امروز نه؟ بخدا دیگه امروز میخوام مرخصی ساعتی بگیرم برم آقا اسی. ای بابا انگار چه خونه خاله است. همین الان بودم ما میخوام خدمات ویژه بدیم به مردم. آقا اسی شما گفتید از شروع تعطیلات، هنوز تعطیلات شروع نشده که. بذار برم من بابام داره بازنشسته میشه آقا اسی. آقا اسی شما خودت پدری آقا اسی. آقای سی پدر من یک عالمه زحمت کشیده الان مراسم بازنشستگیشه. اون پدر منو بزرگ کرده که عصای دستش بشم. الان چه چیزی پدر کارخونه است که عصاش برسه تو؟ شما خودت بذار جای اون پدر. باشه فقط صدا چیه؟ آقای سی صدای چیزه قابلمه است. نه صافکاریه آقای سی، ولش من برم با اجازه. نه نمیشه بری. الان گفتی بری. آقای سی منش گاز کوله 150 تا نوار لنز. درسته حضور درس کنم اینم زغاله. آقا کریم درسته ما قبولت داریم ندید. آقا شما اصلا یه کاری کن این دفتر دستک رو بده به من. من خودم اصلا امضا میکنم، انگوش میزنم که شما همه این چیزها رو سالم به من تحویل دادیم. نه آقا جون من تو تک تک این لوازم رو تحویلت ندم هیچی رو امضا نمی کنم. آقا شما چی کار داری؟ این به بعد مسئولیتش پای من دیگه. من گفتم امضا می کنم. من نمیخوام بعد 35 سال پامو که از اینجا گشتم بیرون هی زنگ بزنی آقا کریم اینش کمه اونش زیاده اینش اله اونش بله. آقا شما باشه من نمیگم. آقا مسئول اینجا کیه پر؟ آقا چونه صدات نمر بالا با دست تو آقا که بگو مسئول زیاده چی شده عزیزم؟ شما مدیر اینجایی؟ آقا بده مدیرت بیا. آقا مدیرت تو بعد دو ماش کردم اونجا. چه خبر اینجاست؟ سی آقا ساکت. سی آقا تعمیرگار رو شروع سرت. آقا چی میخوای بشه؟ اصلا چیکاره شما اینجا؟ من مدیر اینجا هستم بفهمید. نمیتونی مدیریت کنی برو دنبال کارت. یک عرضه داره میاد بشه سرت. حق با شماست. میشه بفهمید چه قصوری اما سر زده که شما اینقدر شاکی هستین؟ آقا صبح ماشین آوردم اینجا واسه سرویس. یه ذره کار برقی داشته. تو دوزی ماشینم خواستم عوض بشه. از ماشین آوردم خونه ببینم کیفم نیست.
آقای محترم شما 24 ساعت به من فرصت بده، من خودم حلش میکنم. ببینید از زمانی که ماشین تو میاد تو تعمیرگاه تا زمانی که میری بیرون دوربین همه اینا رو داره. آقا دوربین نکن بابا، دوربین همه جا هست. شما اجازه بده من دوربین چک میکنم بعد معلوم میشه کار بچه ما هست یا نه. باشه آقا تا فردا صبح فقط بهتون وقت میدم، اگه پیدا شد که هیچ، اگه نشد فردا با مامور. باشه بفرمایید. من 10 سال دارم اینجا کار میکنم، یعنی چی؟ طرف من هم در راست راست تهمت دزدی میزنه. باشه آقا جون، من خودم تلتوشو در میارم، اصلا نگران نباشید. اونم که حساب پاکه از محاسبه چه باکه الان بری سر کار. نه خیر، کجا بری؟ بسی من پایین سطح توضیح دادم، پدرم پاره ای تنم. آقا ای پدرم پاره کردم. واسه سر کاره این پیدا شدین اله اون بله، پس بذار کارمون بکنیم. باشه آقا کریم، یه ساعت دیگه مراسم شروع میشه. مرد استوری هنوز اینجایی؟ آقا کار دارم آقا جون، کار دارم. خدا خیرتون بده، کجا بودی شما؟ الان یه ساعت داره اینجا آجل ماجلای تازیش رو بشه. آقا خدا بیده، 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 آقا خدا بیده. آقای اسماعیل چی میگی واسه وارد من رفتی؟ آقای اسماعیل گفتم که پدرم مرد. نه آقای اسماعیل زیادم بخوا حرف بزنی میفرستم حسابداری تصدیق کنی بری بردست بابا. برو میام. خانم حسینی فیلم دیروز تمام دیدونا برام بریزون روی دی وی دی. از ساعتی از صبح تا شب. از چند صبح؟ از زمانی که در تعمیرگاه باز میشه. یعنی قبل از ورود اولی مشتری که اومد؟ نه بعد از ورود مشتری. یعنی اولی مشتری که اومد دیگه؟ بله بعد شفت چه زمانی؟ زمانی که در تعمیرگاه بسته میشه. منظورتون مشتریان یا پرسنل؟ ای بابا خانم چرا سوال میکنی؟ خب من باید دقیق بدونم. میسن همه شما میان اینجا میگین چرا تا فلان جا زدی؟ سکا خانم حسینی فیلم دیروز از زمانی که محمد آقا در تعمیرگاه رو باز میکنه تا زمانی که در تعمیرگاه رو میبنده خبر مرگ ما سوار تاکسی میشه میره خونشون برای من بریزینی. خوب الان؟ نه خانم من دارم حرص میخورم میخنده. یعنی پس فیلم جلد در دور میره تعمیرگاه که محمد آقا در منه میره رو میخواد؟ بله باشه نصبانی میشین، ناراحتی نداره که. خدا سکته میکنین ها، میدونین که حرص جوش هم عامل همه مجلسی هست. ممنون از تذکرتون. کی بیام ببرم؟ اجازه بدین تموم شه، خودم بهتون خبر میدم. عجله دارم اما. باشه چند ساعت هم بله فاصله زنگ میزنم بیاین ببرین. چی شد؟ پیداش کردی؟ نه بابا کل محل دنبالش گشتم نیست که نیست. خب پس یه بار دیگه گوشیشو بگیر. ببین یه ساعتی پیش 100 بار موبایلشو گرفتم. نگاه کن ببین بوغ میخوره. یه صدایی هم میشنوم ولی جواب نمیده تلفنو. چیکار کنیم پس دیرشو؟ نمیدونم بابا. کجا بودی پس مامان تا حالا؟ همین دوره برا. بابا جان تلفنو تو گرفتم چرا جواب نمیدی؟ علیکم سلام آقا بیروز. کی اومدی؟ سلامت کو. خوبی؟ بله. مادر جان 100 بار موبایلتو گرفتم چرا جواب نمیدی؟ آخ میگم از صبح تا حالا یه صدای آهنگی تو گوشمه ها، یادم نبود دیشب عوضش کردم. صدای موبایل شما یعنی اینقدر صداش بلنده گوش ملتو کر میکنه. من نمیدونم چجوری شما نشنیدی. حالا چی مادر چه عصبانی؟ من که اینجا چیزی نشده. چیزی نشده مادر جان، فقط من رفتم تو محله زنگ خونه ملتو دارم میزنم. آقا مادر منو ندیدین؟ آقا نمیدونی مادر من کجاست؟ آبروم رفته تو محل. همه همسایه‌ها به من عادت دارن. نیست کن خودت انقدر اذیت نکن. ببین برای بابا چی خریدم. این واسه باباست؟ آره دیگه، گفتم بازنشسته شده امروز تو مراسم بهش بدم. مادر جون زشته این با این گل من گلیه روش. بابا مگه بچه مدرسه یه واسه جایزه خریدی؟ مردم به امون میخندن، نکن. به نظرت زشته؟ حالا چی هست؟ کتریمون خراب شده بود، یه چایساز برقی برش کرد. چایساز برقی؟ آخه کی واسه بازنشسته که کتری برقی برمیداره میبره؟ بابا چای زیاد میخوره،
به نظر چی باید میخریدم؟ لوستر آشپزخونم خوب باشی کسی یه دونه جدید میخریدیم. راست میگی، اونم بد نبودا. مامان جا همین که شما به مرسم آقا جون برسین واسه چیه دنیاست؟ اینو بدین به من ببرم بالا. نه من خودم میارم. الان دایی میرسه. من نگران نباشی. الان دایی میاد منتظرمه. شما برید حاضر شما رازی. شما برید. صدای بله دایی با ایلو تایفش اومد. برو در باز کن. برو در باز کن. دایی جان آروم. سلام دایی جان. سلام دایی. حاضری دارین؟ بله بله. سلام سلام. سلام سلام. سلام سلام. برو آقا من لباس نهی بردم که. بابا کارتون نیستیم آقا. به دوستت گفتی منو فالو کنن دیگه؟ آره بابا من تو خیابون هر کی ببینم میگم فالوت کنن خفن. ببین یه ذره بهت میخندم سری پر میشی، اصلا جنبه نداری. دایی جان ما الان جا نمیشی مامان بخوایم جا میشی. خوبم جا میشیم. پریسا جون و مامان با ما میان، شما هر جور دلتون خواست بیان. خب دایی جان اصلا چی مراسم بابا؟ بابا شما بریم من خودم میام. ایوا زیبا جان بریم قربونت برم، شما تا بری بالا برگردی شب شد. من کاری ندارم که فقط یه دقیقه مانتو عوض مامان داش شما برو سوارش نخوام بعد مانتو. نه 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 تو کارتو نیست مادر، نمیدونی خدا جان تکلیف ما روشن. شما برید من خودم با آژانس برید دیگه. برید بچا بیاین. پریسا برو بالا. خودت مامانت میگرفتی. وای سنده مگه میخوای مسخره میکنم؟ وا چرا مسخره کنم؟ من به منوچه گفتم اتفاقا با افتخار میکنم. حالا این کادو چیه؟ لوناردو داوینچیه. یه 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 خندیدم. دایی نمکتون از کجا گرفتی؟ حالا وقت این حرفانی دایی جان. بهزاد کجا؟ شدی رسل انت جلو؟ دیسکو صفحش عوض کردم. خب سرسیدن میشم باز کردم بردم تراشکاری. خب یه هواگیری هم کردم. دو تا پیچه اگزوزش هم رو از انبار بگی ببرم روش. باشه. استفان بابت چی؟ آقای سی من باید برم. آقای سی پدرم از 35 سال زحمت کشیده، امروز روز بازنشستگیش، امروز مراسمشه، ما بچه هاش باید تو اون مراسم باشیم. با اینکه من عاشق این کارم و عاشق شما، ولی باید برم به خاطر اینکه این روز برای پدر من دیگه تکرار نمیشه، ولی شاید من بتونم کار پیدا کنم باز. درسته آقای سی، اگه من دوستی کرده بودم اگه ثابت شد من دوستم، بیایی سر خونه با مأمور دستم بزنید ببریدم آبروم هم ببرید. بسته من گریه نمی کنم. میدونم قدم میزنه ولی من داغونم از تو آقای سی. آقای سی نرفتم کنید. برو خب داشتم میرفتم دیگه، استفاده دادم که برم. برو نوکش تو صندلی ماشین عوض کن، برو به مراسمتم برس. آره؟ خوبی دست برو بسته، برو تا پشیمون نشدم. برو اون روغنه رو برای چی بریزی رو زمین؟ چرا بی خودی از حال ما رو آوردین اینجا؟ بابا گفتن از ساعت 3 مراسم دیگه شروع میشه. بابا گفتن 3، حالا کوتاه 3، تازه کدوم مراسمی که سر ساعت شروع بشه؟ بالاخره با محیط آشنا بشی دیگه. من فکر تو مزه نریز، من 35 سال توی این محیط دارم کار میکنم، یعنی اینجا رو نمیشناسم. ما بزنیم بریم سر کار زندگی اون. تو رو خدا کدوم کار کردیم؟ 35 سال داری کار میکنی تا سنگیزای کف انبارم که به تفلک تحویل دادی، دیگه چیزی نمونده تو انبار. از قدیم گفتن کار از محکم کاری نمیکنه، میذاشتین حساب این بنده خدا رو برسی مدیونش نباشی. وای کجا بابا؟ میرم دستشویی، مراسم شروع شد خبرم. او چه خبر ها کریم؟ شاید تا یه ساعت دیگه مراسم شروع نشی میخوام اونجا بمونی؟ نه من یه سرم میرم انبار خبرم کن. خسته نباشی. سلام. خانم زنی کپی گرفتین؟ چی را؟ فیلم های دوربین دیروزو. نه خانم من یه ساعت پیش به شما گفتم. اه یعنی چون توی یه ساعت وقت نکردین؟ وقتی دستگاه خرابه چطوری بزنم؟ دستگاه خراب بود به من میگفتی من میدونم درستش کنم. من گفتم. به کی گفتین؟ اجازه بدین بفهمم. من گزارش دادم که دستگاه ضبط خرابه. خانم حسین اینو به من زبونی میگفتین؟ خب شما خودتون گفتین هر اتفاقی میفته گزارش کتبی بدین، اینم گزارش کتبی خدمت شما. من غلط کردم؟ این دستگاه نبض امنیتی اینجاست خانم، من نمیتونم دست هر کسی بدم که. آمادش کنین من میام ببرم. چشم. Yeah.
بیا با من بشه واقعا. بابا تو چه سری دارم بازی میکنم. بابا تو چه اومدی؟ بابا جون. چه مراسم تو دست؟ مبارکه. مبارک. مامانتون کجاست؟ تو راهه. زیبر جانو که میشناسی چشمم هم نمیخوره زود برسه. بله بریم بریم مراسم صد سالون میشه. سالون همین وقت میاد دست راست. بابا الان صد میشه. آقا معذرت میخوام من نهیدمت شرمنده ببخشید نه دست شما درد نکنید دست شما درد نکنید ببخشید خیلی خیلی ممنون محبت کردید زن بزن یه کاری بکن آخه مشتتون نه مراسم رسمی تره بعدش چیز سنگین تری بپوشم جانم مادر الو ماما میگم پریسا اون مانتو مشکیه که پارسال تو حفظ با زندایت خریدین اونو بپوشم یا ایوا ماما شما هنوز خونه ای؟ نگران نباش مادر زنگ زدم که آژانس بیاد ببین میگم اون قهوه‌ای رو که تو حراجی خریدم اون چطوره اونو بپوشمش مامان جان به خدا نمیرسی مراسم داره شروع میشه همه مدیر مسئولا رفتن رو سن خیلی زشت شما نباشه خیلی خوب بابا خیلی خوب بالاخره یه چیزی میپوشم میام دیگه فعلا خدافظ چی شد چی شد دیگه تو راهم ای بابا اگه میخواست بدسمو اول ببن این قلابش اذیت میکنه من که به گدام میبشی جلو دست درد نکنه محبت کردی آقا استیا ان شاء الله باز نشستگی جبران کنه قربونه قربون منم به بابا تبریک بگو بازم نشستگی شو داشته باش داره خیاطی میکنه بازم نشستگی بزن میشونه چردید بود نچیده حالا جارو کردن شما ببینید آقا هستی وای تجسم گرم شما داری این کارا رو میکنی خود دارت داره نوت تو سربا گرفته بسته جمع کن خودتو آقا هستی ببخشید من برم دیر شد بابا منتظره سری اینجا کار تموشه میای نمایندگی ها بله چشم آقا هستی منظور بدی نداشتم ها فقط بازنده شد بفرمه سلام سلام آقا کنی من سمت راست؟ چه داستانی شد؟ آمنوچه جان بابا تو که این آبجیتو میشنافتی دست چه میگرفتی میابردی؟ دیگه چی کار کنیم؟ هزار دفعه گفتیم گفت برید من خودم اصلا معلوم نیست کجاست بابا یه زنگ دیگه به مورد بزن اومد
حاجیم با زن نشستگی تو رو تبریک میگم. چی شد؟ میگه تورام الان میرسم. کجای تورایه؟ پا کی میرسه خبرش؟ دوستان و همکاران با سلام مجدد، ببخشید به خاطر تأخیری که به وجود اومد، اجازه بدین که با توجه به این تأخیر و اینکه مجبور شدیم بعضی از برنامه هامون رو اجرا نکنیم، دعوت بکنم از جناب آقای مهندس مجیدی به افتخارشون خواهش می‌کنم. بله خواهش میکنم. خب بریم به سراغ ادامه برنامه. ببخشید آقا، این برنامه‌ای که میگید حذف شده یعنی برنامه بچه‌های منم حذف شده؟ ببخشید وقت کمه، گفتم که خب یعنی اما... آقای محترم نمیشه که اینجوری، اصلا درست نیست. بچه‌های من کاری تمرین کردم، میخوره تو ذوقشون. بچه بلاشید برید اجرا کنید، برید ببینم جریان چیه. خانم هیچی، اینا یه سروده آماده کرده بودم. آقا افتخار این دو تا بچه، دست بزنید. عمو کریم مهربون. آها یادم اومد. عمو کریم مهربون صبح سر روز یادشه. عمو کریم مهربون صبح سر روزون بیدار میشه هراسون، میره سراغ زیتون. بله به افتخار این بچه ها دست بزنید. بفرمایید. خیلی ممنونم. خب تموم نشد که گفتم که وقتی به هیئت مدیره جلسه دارن. خب برنامه دیگه از ما هست. دو بیت شعر درست بهشون یاد بدید. خب نازش بخونن دیگه بچه‌ها. خوب بود بابا جون. دست درد. دست درد نکنه مرضیه جون. بابا چی میگی؟ دارم میام یه قد زنگ نزن. زیبر این کفشو هم برات پیدا کردم، فکر کنم با اون مونتاژ خوب صحیح بشه. الهی قربونت برم. ببخشید گفتم خوب نیست لباس تکراری بپوشم، یه دفعه از دیگه مراسم بازنشستگی برم. کار خوبی کردم. من برم. سری برو انتخاب کن، خوش بگذره. خب اما هیئت مدیره و مدیر عامل کارخونه قراره که در مراسم امروز از آقا کریم هاونی تقدیر بکنن. خواهش میکنم تشویقشون بکنید آقا کریم را به روی سه. خیلی ممنون، خیلی ممنون از ابراز احساسات. دستمون درد نکنه، خیلی ممنون زحمت نکرد. خیلی روز سختی، خیلی انگار همین دیروز بود. 35 سال آزگار از اولین روزی که انبار رو تحویل گرفتم میکسم. امروز روز چشم من را نمیخوام تلخی بکنم، یه خاطره دارم از جناب مهندس که با عزت من اشکال نداره بگم. یه روزی که من انبار تحویل گرفته بودم، همون روز اول دیدم جناب مهندس، بچه کوچولو بودم اندازه همین دوتا که شعر بلد نبودم بخونم. بعد دیدم توی انبار یه سری کارتون چیده با لنگ و لغت و جوبا داریم توی کارتون ها. رفتم بهش گفتم او بچه چیکار میکنی؟ برگشت و بهتا چه کار کنم حالا بابامه. منم گوشت گرفتم یه تیپا بهش زدم، گفتم کار کنم حالا باباته، حالا انبار ماله. بله بابا
بابا شما از این کار خوشحال شده بود که من بچه‌ش رو تنبیه کرده بودم. هر وقت خانم رو دید میگفت دست درد نکنه. خیلی ممنونم از آقا کریم و آمنی. بفرمایید. خیلی خاطره دیگه هم داریم. آقا کریم هاونی خودشون انقدر شوخ طبعن که دوستان در بنر هم شاعبه رو با عین براتون نوشتن. به افتخارشون دست بزنید. اما قرارتون مراسم امروز هیئت مدیره و مدیر عامل از آقا کریم هاونی تقدیر کنه با یه تقدیرنامه و یک جلد حافظ و هدایای نفیس دیگه. به افتخارشون دست بزنید. ببخشید شاعبه یعنی چی حالا باید نوشتن؟ دیگه از مدیر عامل باید بپرسی. ببخشید برگاه ابروبادمون تموم شده بود. آقا تغییر فرستادیم بگیرن. خب اشکال نداره تا آقا تغییر بیاره آقا کریم میفرستیم خونه براتون. اما یک جلد حافظ و هدایای نفیس دیگه مونده به افتخارشون. خب مثل این که بله جلد حافظ و هدایای نفیس نداریم، اما هیئت مدیره یک سفر دو هفته‌ای به مشهد آقا کریمو میفرسته. ببخشید من فقط خودتون رو بدارم. فکر کنم که هیئت مدیره قراره به همراه همسرش آقا کریم به همراه خانومش دو هفته میره مشهد. بشین بابا بشین من درست کنم. آقا پس من بچه هم به کی بسپارم؟ نمیشه که ما تنها بریم. دو هفته سفر مشهد به همراه خانوادشون. دو هفته سفر آقا کریم با خانواده. آقا کریم پس من خانواده چی؟ مشهدی؟ نه دیگه آقا کریم فقط از خانواده برادر خانم فقط از چهار نفر ماشین هم دارم. نه دیگه آقا کریم فقط خانواده خودت. شرمنده خانم پشت دیگه اینجا جایی ما نیست. بریم میرون. دایی چیه؟ میدونستم تنها کسی که توی خانواده مرده تو. چرا؟ دایی ماشین نبر ما ماشین رو داریم. آقا کریم هاونی هم اینجا هستم. به افتخار آقا کریم هاونی هم دایی ما ماشین نبریم. آقا کریم ایشالله که از این کادویی که گرفتی حسابی لذت ببریم. ما رو هم دعا بکنیم. شما دیدید من کادو بگیرم. سلام آقا ببخشید این مراسم بازنشستگی آقای هاونی کجا؟ مراسم تموم شد، همه رفتن. تموم شد؟ چه زود. حالا مراسم اسکار که نیست، چه جمع جوری بود تموم شد رفت. بله پریسا مادر من کارخونم، شما کجایی؟ تو راه خونه؟ ایوا برگردی. ای بابا عزیزا دل برا جانا نگارا فراغت می کند دیوان ما را. نشانی رد پایی گوش چشم به خانه راه گمگشته ها را. به درد غربت هم عمری گرفتا خودم اینجا دلم در خونه یا خداوندا بگو آخر چگونه بسازم با غم یار و غم یار و غم یار. یک بار دیگر دل برم قصد سفر کن در جاده های عاشقی با من خطر کن عزیزم با من خطر کن از دوری و
شیر فراغ و تابت از سر به در گل کم از سر به در کن خدا اینجا دلم در پیش دل بر خدایا این سفر کی نبسد خدایا کن سفر آسون برایم که بینم با دیگر و یکی بار دیگر دل برم قصد سفر کن در جاده های عاشقی با من خطر عزیزم با من خطر کن از دوری و دیری به تنگ اومد دل ای جان فکر فراغ و تابت از سر به در کلکم از سر به در کن.